درود بر همیانان ارجمند شاهین نجات هستم به همراه دوست گرامی شهرام آریان در نشست 15 از نگاه تحلیلی به تاریخ معاصر ایران هستیم در چهار نشست گذشته از آغاز صفویه آمدیم راه رو پیمودیم و رسیدیم به در حقیقت آغاز روزهای پادشاهی محمد رضا شاه در پس از شهریور 20 اشغال ایران و رخدادهایی که در هنگام به نشستن شاه جوان روی داد نگاهی کوتاهی به کارهای فروغی در اون دوره داشتیم همچنین نگاهی داشتیم به اینکه اصولا ارتش ایران اون زمان توانایی رویارویی با قدرت های بزرگ جهانی مثل انگلیس و روس و حتی امریکا رو داشت یا اصلا چی توقعی به بود یا نه به اینها پرداختیم دیگه اگر که به اون مباحث نگاه نکردید برنامه چارده ما رو ببینید در برگیرنده اون بخش هست در برنامه امروز که برنامه, برنامه شونزه همه بعد پس از برنامه چارده و پونزه میریم چالش هایی که در چند سال نخست در ایران جلوی پای ملت ایران و همچنین حکومت ایران و خود شاه پیش اومد چگونه با اینا رویارویی شد چرا پیش اومد و مسائل از این دست شرام جان من رشته سخن بد می سپارم. ما الان در اندکی پس از شهریور بیست هستیم شاه رو مردم رو دست ماشینش رو بردن به بهارستان مجلس شورای ملی سوگن خورده فروغی خواست وزیر بوده و حالا مثلا علی سوهلی نخست وزیره و وضعیت وضعیتی است که داریم میبینیم حالا میخوام بریم ببینیم, ببینیم که از الان تا سالهایی که پیش میاد در ده دهه بیست جو سیاسی در ایران چیست و وضعیت چگونه است؟ um. بله با درود شانجام درود بر بینندگان من یه نکته رو بگم که تو این رشته بررسی هایی که ما به ویژه از رضا شاه به این ور رو میپردازیم من امکان داره حتی باز کمتر حتی نسبت به صفوی قاجار حتی اونجا به این سیستم وفادار موندیم اما حتی من کمتر با سر جزئیات میرم بلکه مسائل براهیخته یا ابسترکت رو میخوام بشکاف هم. مثلا این مسئله ای که چرا ایرانی ها نمیتونستن خودشون با خودشون به گفت و شنود منطقی بپردازن <applause> چرا کارو کار رو پیچیده کردن چرا همیشه کار به عصبیت میکشید چرا کار به درگیری های درونی میکشید این برای ما از رضا به این ور که رویدادها پرماسیدنی تره ام، ام، محسوس تره و هر کسی دیگه از خاطره پدر به بین بر خودش باش تماس داره این بررسی که اینا چرا نمیتونن خودشون با خودشون کار کنند و کامیاب بشن بسیار برآورد پذیرتره و سنجیدنی پذیرتر از سوی شنونده تا اون روزگار دورتر قاجار و صفویه که خیلی اونوره بله <تصفحو> تو اون ده دوازده سال اول که خب یه سری اتفاقات افتاد که همه همه, همه, همه میدونن نمیدونم اول که متفقین تو کشورن کشور نمیتونه نفس بکشه دیگه چه برسه که بخواد ادامه فرایند ساخت و ساز و ادامه بده که تا روزگار پایانی رضاشاه بود خب اون که برید متفقین ریختن راههن گرفتن دستشون یاری برسونن به روزها خب دلیل هم که ایران گرفتن همین بود دیگه من این بار پیش ما اینو به آشکاری نگفتیم چون من اینو طبیعی میپنداشتم که همه میدونن که دلیل حمله به ایران چیه که راهند رو بگیرند و به روسا کمک برسونند وگرنه تصرف ایران به عنوان یک کشور تو جنگ جهانی دوم اهمیتی نداشت واسه همین بود که کشور همسایه رو نیاز بود کسی بگیره یکی yes. از ایران بود که به روسیه باید کمک میرسید چون روسا در آستانه سقوط نهایی بودند و اگه اون اتفاق می افتاد به احتمال 80 درصد آلمان جنگ جهانی دوم رو می برد موقع تمام لشکراشو رو برمیگردوند به طرف غرب در کمتر از سه ماه میزد فک انگلستان رو خورد می کرد پایین می, برد می گرفت و بعد اونجوری که تو او لایتون یعنی اون ستاد مشترک مرکزی برنامه ریزی کرده بودن مرکزش توی برلن، توی بندلا بلاک پرونداش مونده بود قرار بود پس از اینکه روسیه رو نابود کردن انگلستان رو نابود کردن تمام تولیدات کشور رو تبدیل کنند به ساختن ابزار دریانوردی یعنی ساختن ناوای هواپی هواپیمابر و اینجور چیز... هوا اینجو چیزها اه. و بعد قرار بود که تا سال چهل و چار آمریکا رو هم تصرف کنند و متلاشی کنن اه... حالا اگه دستشون زودتر از آمریکا یا به بمب اتم نمی رسید درست. ام ام اگه قرار بود که کانونشنال یعنی که متعارف ببرن جنگو اگر اگه روس هم شکست خورده بودن احتمال اینکه این مسئله موفق بشه با وجود پتانسیل صنعتی بالای آمریکا که بسیار بالا و کشور از بود دیگه احتمالشو من با 80 درصد برآورد میکنم یعنی با اون تکنولوژی برتری که آلمانی ها داشتن میشکوندن کمر آمریکایی‌ها رو تو جنگ مرد و مرد اگه یک به یک با هم میفتدن دلست. و این چیزی بود که چرچیل هم همش تو نامه هاش برای روزویت مینوشت که میگفتش که هنوز فرصت داری به ما کمک کنی مه. ولی اگر درنگ کنی چون تو آمریکا بی بود دیگه نسبت به جنگ درست اگه کمک کمک نکنی امروز فردا از خواب پا میشی و میبینی که توی اخبار هفته ای اون زمان که تلویزیون نبود اخبار هفته ای رو تو سینما پخش میکردن <applause> تو اخبار هفته ای میبینی توی داونینگ استرینگ 10 رو میبینی که چت بازای آلمانی پیاده شدن جنازه من رو زمین افتاده و اونا دارن از رو من رد میشن داونینگ برای م... میگم شماره ده خیابان داون در حقیقت مکان یا نهاد نخست وزیری در بریتانیا است جای معروف است چون پسماد سیاسی اونجا گرفته میشه نه در کاخ بوکینگهام و شرم پر هاربر وقتی توسط جاپونی ها مورد حمله قرار گرفت مم. اون رخداد در حقیقت راه رو بسیار هموار کرد که امریکا دولتش به طور توجیه کنه ورودش رو به جنگ چون برها توسط ژاپن مورد حمله قرار گرفته بود تا پیش از اون همچنان که گفتی یک استادیگی زیادی نه فقط بین خود مردم امریکا بلکه بین دولت تو خود دولت امریکا هم بود که تو جنگ اروپا وارد نشد چون جنگ جهانی اول که اروپا رو به خاک سیانشون امریکا تو اون سالها تونست جلو بزنه چون درگیر مستقیم جنگ نبود و برای جنگ دوم هم هیچ دلیلی نداشت بخواد وارد شه که من فکر کنم پر هاربر را بعضی هم میگن توطئه بود بعضی هم میگن که نه واقعا حمله طبیعی بود بدون طرح و برنامه از سوی امریکایی ها ولی باعث شد که امریکا پاش به جنگ باز بشه نه پر هاربر تا زیادی برنامه‌ریزی شده بود من, من روزولت هم تفری درک میکنم روزولت خودش میفهمید که چه خبره و میدونستش که چرچیل تو نامه هایی که بهش مینویسه راست میگه اگر منتظر بشن که آلمانی ها کمر روسیه رو بشکنن بعد دو ماه بعدش سه ماه بعدش انگلستان رو میگیرن اون هیچ شانسی نداشت علیه بعدن حمله متمرکز ارتش های آلمان اون توی فشار اولم که سال چهل آوردند و نیروی هوایی انگلستان به زور انا انزلنا کارهایی کرد دلیلش این نبود که آلمانیا زورشون نرسید بلکه توی برنامه ریزی درونیشون اصلا هیتلر انگلستان رو جدی نمی گرفت برست. که این برای انگلیسی هم خیلی 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 خشماور بود چون اونا رو دیگه به عنوان یه قدرت پایه سوم بهشون نگاه میکرد اون دلیل این که حمله فراتر به انگلستان نکرد تا اونجا رو بگیره که اگه حمله فراتر میکرد تا شیش ماه بعد میگرفت اونجا رو حتی با وجود اون مقامت هوایی خوبی اونا مهم. ولی اون میخواست نیروهای دست نخورده رو دست نخورده رو معطوف روسیه بکنه مرسته. که اول کمر اونجا رو بشکنه تا اورال برسن شوروی رو به کل از بین ببرن بعد میخواست برگرده دوباره تهدید کنه اگه انگلیسیا کوتاه اومدن اومدن اگه نه دو سه ماه میگرفتنشون اصلا در هیچ شکی شک نیست درست. یعنی تمام داستان تو جبهه روسیه فقط تعیین میشد افسون برای اینکه منابع نفتی شوروی هم میافتاد دست آلمان ها سوختی که نیاز داشتن برای ماشین جنگی نه مهم مهم اون پشت جبهه اون پشت که خالی میشد او میدونست که دیگه اون هزار لشکر شوروی پشتش نیست و فقط به جلو دیگه هست اون کار انگلیس ساخته بود دو ماه کارش ساخته بود به. حد اکثر شیش ماهه که اینا اون موقع ترانسفورم میکردن کارخونه رو به هاپ مسازی برتری هوایی سه به یک چار یک بعد میزدن فکشون خورد میکردن این تمام لندن رو با خاک میکرد تا اون برنامه تو بند لبلوک نوشته شده بود بلست. و بعدش اون موقع قرار بود که تبدیل کنن نیروهای ساختاری رو فقط به نیروی دریایی ساختن و بعد توی جنگ ناو هواپیمابر با هواپیمابر بر آمریکا رو متلاشی کنن تا سال 44 میلادی بگیرن تمومش کنن و با برتری تکنولوژیکی هم که آلمانی ها داشتن احتمال این داستان من با 85 درصد نه اگه 44 هم شد تا 45 و 46 صد درصد انجام میشد من عرض کردم که با وجود اینکه آلمانی ها از هر لحاظم زیر بمباران بودن من عرض کردم که صنایع مثلا هواپیما سازشون 20 سال از متفقین جلوتر بود 20 سال بله. از سال 44 دستشون به هواپیماهای جت رسید اینا مثل اشمیت رو تو همون 1944 ساختن فکر میکنن هنکل و بزرشمیت هر جفتشون با هم دیگه رقابت داشتن و کارخونه دیگه دو تا سه تا مدل جت جنگنده داشتن که با چی چیز بود با یعنی رانش مدرن بود با جت بود مهم. که متفقین ازش 15 سال 18 سال عقب بودن زی همچین تکنولوژی درست. و این اگه دیگه پشتش روسیه نبود و تازه تو خود کارخونه های تصرف شده روسیه هم اونا رو میساختن با انبوه سازی و هراسناکی میشد آمریکا محال بود بتونه به تنهایی جلوشون بیسته درست. و روانشاد چرچیل از این لحاظ کاملا داستان درست برآورد کرده بود که به روزولت میگفت میگفت اگه نیای دیگه بعدا خود ها تیها... حالا درست... برگردیم شهران به فضای ایران, ایران. این در حقیقت نکات به نظر من برای بحمیانان. مهم بود دونستش با فضای اون موقع آشنا بشن من فقط اینا رو بیشتر برای میگم اون داستان خنددار هستش که از رضا میگیرن که چرا جلوی نیروها نایستاده بود اون دیگه دو چندان خنددار هم موقع وقتی این پروسه مثلا مرگ و زندگی بود برای متفقین و ایران رو هم کردن پل پیروزی برای اینکه بتونن شوروی رو نگه دارن در هر حال من فکر کنم که اینا حمله میکردن برای اشغال ایران شهرام ما جدا از این گرفتاری هایی که بین خودمون بوده که از آغاز صفوی هم چندین بار بهش پرداختیم مسئله این که منطق از جامعه ایران رخت بست بربسته بوده که برمیگرده به همون رخداد تلخ 1400 سال پیش و ما به اصطلاح میراث اون جریان بودیم پس از چند سده که کاملا در ذهن و نهاد ایرانیان جا افتاده بود و ما رو تبدیل به آدم هایی کرده بود که برای صنعتی شدن برای ایجاد جامعه پیشرفته و پیشرو و برای اینکه با هم کار بکنیم برای اینکه کار جلو ببریم با اینها گرفتاری داشتیم و مثل خیلی دیگه از ملت های مسلمان واقعا در گل مانده بودیم اما دو چالش بزرگ پیش میاد تو دهه بیست که اینها اینقدر مهم هست که خودش رو هم باید یه نگاهی بهش کرد Uh, یکی مسئله خب کوشش اتحاد جماهیر شوروی پس از پایان جنگ برای تجزیه استانهای شمال غربی ایران مشخصاً آذربایجان و کردستانه که با توجه به قراردادی که در تهران امضا کرده بود که موظف به ترک ایران شدند uh, همچنان که نشست پیشین اشاره کردیم با اون قراردادی که فروغی به اینا تحمیل کرده و قوام و سلطنه هم ازش بهره برد نهایتا ارتش سرخ خارج شد و بعد با پای مردی بر حال خود ملت ایران شاه ارتش تنها لشکر پیاده تهران و البته قیام هایی که در خود اون استان ها علیه فرقه دموکرات رخ داد خب این بخش برگردنده شد به کشور ولی وقتی در میانه دهه بیست خورشیدی این اتفاق رخ داد جریانی به نام حزب توده و فضایی که در ایران ایجاد کرد به هیچ وجه نخوابید و جریان حزب توده و نفوذش تو ارکان کشور حتی نیروهای مسلح کشور رو با یکی از بزرگترین بحران ها روبرو کرد میخواستم جدا از این نگاه به مطلب داشته باشیم فرام این را هم صحبت کنیم چون خیلی ها میپرسن که چی شد یه دفعه حد فاصل سالهای 1000 سال مثلا 25 26 تا سال 1332 تو مثلا 6 سال یک موج بزرگ چپی شدن در ایران شد طوری که خیلی از طبقات رو تأثیر کرده بخشای از خود کارمندان دولت بخشای از حتی نیروهای مسلح رفتن دنبال حزب توده من همیشه این رو گذاشتم به در حقیقت بخشی از موج بزرگ حرکت های کمونیستی و سوسیالیستی در پس از جنگ در دنیا حتی در اروپا ببیجه در فرانسه یعنی من ایران رو توی مطلب یک استثناء نمیبینم یک مودی بود که آمد و ایران رو هم گرفت در این باره مقداری صحبت کنیم شما چی فکر میکنه در این باره آم ببین ام، 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 اینی که حزب توده و چپ تندرو و شاید هم یه جورایی بشه گفت وابسته بالاخره آخر سر به یک کشور بیرونی همکاری کاری اینها این چرا اینقدر کامیاب بود این رو سه چهار بر روز سه چهار ستون میشه توضیح داد یکی این که شاید بنیادی ترینش این بود که ایرانی ها در اون اندیشه اسلامی که یاد گرفتن تو این چارده، سیزده، چهارده قرنه اینا علاقمند شدن به اندیشه های رادیکال و تند و مطلق به عنوان توضیح مسائل و حل مشکلات اجتماعی اسلام هم بهشون گفته بود که یه چیزی به نام حق مطلق وجود داره و باطل مطلق ما اون حقه هستیم بقیه باطلن کفارن و ما اگه لازم شد اینا رو از بین میبریم و پس از اون موقع دارد اسلام همه جا برپا میشه و ما هم اینجا حقیقت رستگار میشیم هم بعدا بریم پیش هوریا دیگه سوپر رستگار میشیم <applause> این کانسپت تو ذهن مسلمون با کمونیسم سازگاری خیلی بالایی داشت که یه چیزی هست به نام حق مطلق اون چیزی که ما هواداران فرمان روایی پرولتر میگیم یه چیزی هم هست یعنی اون کسایی که کارگر زاده یا کارگر منش یا هوادار کارگر هستن یه چیزی هم هست به نام باطل مطلق که اون سرمایه هستن اون دارندگان ابزارهای تولید به قول روانشاد مارکس و بعد ما توی جنگ مرد آمرد اونا رو از بین بر میبریم و دیالکتیک تاریخ در حقیقت به نهایت طبیعی خودش میرسه که اون موقع رستگاری روی زمین خواهد بود حالا این ]بال... بار دیگه تو آسمون پیش هوریان نیست خود سطحش بالاتر از اون یکی ولی <تصح> <تصح> اینی که ایستی به نام حق مطلق هست باطل مطلق هست در پایان رستگاری هست این برای مسلمون دیگه از این بهتر نمیتونه بشه. <تصح> بنابراین این خوب این برای انتلیکتول ایران هم که بالاخره از خانواده های مذهبی همشون برآمده بودن که بسیار گواره بود دو دیگر اون بود که پس از اینکه تو این ببین تو انقلاب مشروطه اینا اومده بودن خواسته بودن یک کپی برداری از روی فرنگ بکنن و گفت بودن اگه ما قانون اساسی مثل فرنگی یا بنویسیم از فردا مشکلات فرهنگی ساختاری صنعتی دانش همه حل میشه اینا این قانون اساسی رو رونویسی کردن راه انداختن با محمد علی شام جنگیدن و بعد از فردام که بعد از پیروزی دیدن هیچی بهتر نشد بعد تازه حتی رضا اومد و چون همه چی گیر کرده بود و اینا که فاسد اهل کار نبودن با صورت دگنک و فشار و زور و اینا تازه کارایی انجام شد و اینا از درون احساس خلع میکردن خلع معنوی انظر ایدولوژی سیاسی مدرن و دنبال یه چیزی میگشتن که یک جهان بهتری رو به اینها نوید بده چون خود رضاشاه یا هواداران راست یک چیزی به نام ایدئولوژی مستقل نداشتن که به این ایرونی ها بدن به ویژه به ایرونی های انتلکتوئل به جز اینکه ما میخوایم کشور بسازیم و آباد کنیم ولی هیچ توضیح فراتری هم نبود چه جوری میخوایم بسازیم و آباد کنیم از راه چه سازماندهی چه ایدولوژی چه جهان بینی اینا احساس خلع روحی میکردن در هر صورت هم به عنوان مسلمون عرض کردم همیشه پاسخهای خیلی مطلق و نهایی لازم دارن اینا <applause> بنابراین یه ایدولوژی باید میمد جای اون خلع رو میگرفت <applause> که کمونیسم اون زمان بهترین و شپ علمی ترین به نظر میومد شپ علمی میگم چون علم واقعی که نیست بلکه همش در حقیقت دانشه. چون توی کارهای فلسفی مارکس چند تا اشتباه بزرگ عظیم وجود داشته حالا بعدا پوپر اینا رو برشکافت برحال یه احساسی به بیننده میداد که من هم از نظر اون معنوی گرایی که معنوی در گیومه اسلامی که دوست دارم همه چی دارایی حق مطلقه علیه باطل مطلق باشه این پاسخ خوبی به من میده هم احساس میکنم علمیه مدرن و هم احساس میکنم که به مسئله فقر و اینام دوباره تو ایران خیلی پاسخ میده که به اون کشور واپس مانده توش بیداد میکرد یه چند تا نیاز رو یهو پاسخ میداد و از طرف دیگه فاجعه بزرگ که خود ایرانی ها و نظر اندیشگی اینقدر واپس مانده بودن که توانایی ساختن یک ایدئولوژی بومی رو نداشتن که از نظر جذابیت با ساختهای فرنگی ها پنجه درفکنه. کنه البته فرنگی ها ساختارهایی ساخته بودن پیشتر که میتونست جلوی کمونیسم رو بگیره تو خودشون هم گرفت مثلا یه جور لیبرالیسم فلسفی <applause> ولی اونو میخوای بیاری توی جامعه ای که از سیزده قرن اسلام و تعصبات اسلامی گذشته اصلا چیزی به نام آزادواری نمیفهمه چیه لیبرالیسم میفهمه اصلا قبول نداره اصلا فساد میدونه <applause> و بعد اصلا فلسفه نمیدونه چیه به فلسفه هم همش دشنا میده که نمیدونه تو مغزین همچین چیزی نسب کنی اصلا نمیفهمه اگه میفهمید که خودش هم شبیه برای این بومیشو میساخت برای <applause> <applause> راست تو ایران خیلی ضعیف بود راست تو ایران تا سقوط پهلوی دوم خیلی 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 ضعیف بود چون اصلا اندیشه نداشت ما یه سری این اندیشه رادیکال رو داشتیم که از کمونیستا اومده بود و با مغز مسلمون سازگاری 95 درصدی داشت و مسلمون با همون جنونی که اون اسلامه رو قبلا دنبال میکرد حالا دنبال مارکس افتاده بود اینا قشنگ سازگاری داشت پس اون همانندی که در میان میان اسلام و کمونیست بود اون جذابیت رو داشت که افراد مطلقگرا و کسانی که عموما دور از منطق و دور از اندیشه بودن جذبش بشن برای همین تونست قدرت جذب بالایی رو در سطح جامعه ایران داشته نه همه, داشت. همه اندیشمندارم جذب کرد بله همه اندیشمندامون خب اندیشمند نبودن که کاملا حزب توده در میان مردم طبق متوسط و شهری خب بیشتر نفوذ کرد تا مردم طبقات فرودست جامعه یا روستایی ها و فکر میکنم یه مقدارش هم این بود که در کنار مسئله حزب توده و کلن چپ یه گریزی هم از تعصبات مذهبی میتونه سرخ بده یعنی مثلا ما بینیم سازمان زنانی ایجاد میشه که زیر نامه نام سازمان صلح و دوستی همچه چیزی که دخترها خانم ها بینن اونجا جمع میشن انجمن میکنن این در حقیقت زیر چتر حزب توده است ولی ببینیم خیلی از خانم ها جذب فعالیت های اجتماعی و سیاسی میشن یا حزب توده میاد مثلا بین هنرمندا توادار پیدا میکنه خیلی بازیگران تئاتر جذبش میشن مثلا عبدالحسین نوشین که تئاتر معروفی رو در تهران داشت خودش از بزرگان حزب توده بود که بعدا فرار کرد به شوروی و اینکه شما میری تو کار بازیگری تو کار هنر تو کار اینکه خانومت یا خواهرت یا دخترت میره و تو محافل شرکت میکنه برای شما به نوعی در ظاهر کار یک اسلام زدایی هم هست برای همینه که فکر میکنم همینطوری که شاید در دوره قاجار یه گرایشی به بابیگری ایجاد شد برخی دست و پایی زدن با گرایش به بابیگری شر این جریان اسلامی از شر سر خودشون کم کنن فکر میکنم که برخی در ناخداگاهشون حضور در چپ و حزب توده رو هم یک گریزی میدونستن برای رفتن به سوی مدرن بودن متجدد بودن و از محافل مذهبی و شعارهای مذهبی دور شدن این هم فکر کنیم محصر بود خب من امیدوار بودم که ما یه جوری همینجوری میانگین بگردونیم بحث ولی تو سطح داستان بردی بالا من پیچ فشار رو بالا ببین یک مشکل فلسفی بدشانسی فلسفی اینجا رخ داده بود تو خود اروپا از صده 16 هم به این ور کوشش های تو در تو و چند لایه رخ داده بود در دوری گرفتن از آین مسیحی اسکولاستیک قرون وستایی که مغزها رو به سیستم استاد بر شاگرد و یا پیروی مطلق از جهان متافیزیکی خداوند کنترل می کرد اینا شروع کردن به لایه به لایه انتقاد کردن اول در سطح رونسانس بعد در سطح رفورم های دینی مثل مثلا دوتر یا کالوین و بعد در لایه سپسین اصر روشنگری صدها پیشنهاد گوناگون بر روی بازار می اومد و 95 درصدش مسائل بودن جدا از انقلابات اجتماعی یا اینها بلکه فقط مسائل فلسفی قائم بذات که انسان از نظر روحی بر می ساختن انسانو می ساختن لیبرالش میکردن اندیش پردازش میکردن و بعد تو سلیقه های گوناگون یکی مثل کانت می اومد, نقدی می نوشت بر مثلا خرد مطلق که میخواست مشکلات متافیزیکی رو که قرون رو که بعدا شپ مدرن شده بودن و جایگاه متافیزیک خداوندی رو با متافیزیک دنیوی جایگزین کرده بودن در حقیقت اون مثلا اختلاف بین ارسطو و افلاطون تو حالت مدرنش این مثلا میخواست نقد کنه توی همچین سطحی بود اتفاقات اروپا تازه هزار و مثلا هفتصد و هفتاد تو قرن نوزدهم مثلا میومدن رو دست او بلند می شدن شاگردان فکریش که اونو نفهمیده بودن و به انحراف می بردن مثلا کسلای مثل هیگل اه. که اینا اون موقع می اومدن ایدئالیسم کانت رو که فقط میخواست بفهمه خرد ناب که این بنیاد ایدئالیسم مدرن بود برخلاف ایدئالیسم در حقیقت واقعا ترافرازنده افلاتونی این ایدئالیسم رو میخواستن انسانیش بکنن بر روان انسان نهادینش بکنن ولی برتری ایدئالیسم بر ماتریالیسم باشه اینا از ماتریالیسم میانه صده 18 هم که برو علم رفته بود میخواستن فاصله بگیرن بعد دوباره رو دست اونا نسل سوم بلند شدن که فویرباخ و مارکس بودن اینجا تازه میرسیم به مارکس مارکس به عنوان مادگره های نسل دوم مادگره های نسل اول اونایی بودن که اوالی سده هیچده کار میکنن در پیامد نیوتون که بعد رو دست اونا ایدئالیست آلمانی بلند شدن ایدئالیست های منحرف مثل هگل نه کانت کان جاش جداست بعد رو دست اون ایدئالیست های منحرف در حقیقت این مادگره های نسل دوم که فویرباخ و مارکس بودن مم. بلند شدن و مارکس حالا اومد این مادهگرای نوین این ماتریالیسم نوین رو حالا اون زمان همزمان پروسه های موازی و پشتیبانی کننده هم بودن مثل مثلا پوزیتیویسم کانت یا بعدا گرایش های شدید به ناتورالیسم مد... ناتورالیسم نوزده که بعدا با داروین و اینا به اوجش رسید مارکس هم توی بچه این جنبش مادهگرای پای دوم بود <متحنت> ولی این اومد اینو با مسائل تفسیر ویژه خودش از تکامل سوسیولوژی انسانی و بعد اون ماتریالیزم دیالکتیک ماتریال که تفسیر هگلوارش از تاریخ بود که ولی گمان میکرد ماده گراش کرده یک ایدئولوژی شبه دینی درست کرد برای توضیح تاریخ <متحنت> که یه چیز خطرناکی بود تو قرن بیستم خوشو نشون داد روان شادا شاید یکی از دو یا سه تا بزرگترین نابغه قرن 19 هم بود گمان نکنید آدم مثلا الدنگی بود مارکس شاید یکی از دو تا برین مغز تکان دهنده صدی 19 هم بود ولی یک اشتباه فلسفی تو سیستمش بود که بعدا پوپر اونا شکافت بیرون که اصلا کسی هم تشخیص نمیداد اینقدر که عظیم و سترک بود ساختش ولی اومد این مسئله مادیگرایی و جهان نوین رو خواستن و مدرن بودن به شیوه نو رو گره زد با خواسته های انقلابای اجتماعیش و تفسیر نادرستش از, از فرایند تاریخ این پکیج حالا اومد مثل چکش خورد تو سر ایرونیا که تازه از قرن وسطای اسلام اومدن بیرون از کیفیت نمیفهمن چی به چیه اصلا تو ایران یه نفر نبود که بفهمه کانت چی میگه <applause> یا یه نفر نبود که مثلا بفهمه مثلا حالا میگی مثلا موازی مثلا با مارکس مثلا فویرباخ چی میگه یا نمیدونم یه نفر نبود که مثلا بفهمه کانت چی میگه فروغی بیچارم که اومده بود سر تکامل حکمت رو بنویسه در فرنگ خودش هم درصد رو نفهمیده بود <applause> اصلا کسی تو ایران نبود هیچی نبود اندیشه عمیق نبود فقط اه 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 تعبد رو به الله بود <applause> که هر کسی که گوش گوش نمیکنه بعدن تو آتش میسوزونه شکنجش میکنه سطح فکرم تو همین انزه بود و هر کسی هم ادای اندیشیدن رو میخواست در بیاره اداش رو در می آورد از اندیشیدن خبر نداشت چون وقتی با افراد تماس پیدا میکردی میدیدی یارو تو خودش رادیکال این آدم فیلسوف نیست برای همین هم اونایی که ما داشتیم که شپ اندیشه گرا بودن شپ خودش نبودن به هیچ وجه منل وجود خودش نبودن و اونا محال بود برای مارکس رو بخونن میرفتن کانت پیدا میکردن اینا اومدن یه چیز شپ انقلابی پیدا کردن که تو انقلابیگری و تندگراییش و مطلق بودنش به اسلام شباهت داشت ولی نویدی هم میداد که من شما رو ماتریال و مادگرا و مدرن میکنم هم اون علاقه اسلامیشون رو جواب میداد و هم بهشون این ادا رو در میورد که من شما رو مدرن میکنم این دیگه نور علان نور بود بالاشون و هیچی هم نمیفهمیدن که دیگه چی که تو بازار هست و چه چیزهای عظیم دیگری هست که این اصلا نخوندن نمیفهمن این دین نوین رو که حالات ماتریال و مادی و شپ علمی داشت این رو دیگه به عنوان جایگزین اسلام پذیرفتن و همونطور که دینای ابراهیمی وقتی یکی بلند میشه رو دست اون یکی باید اون یکی رو نفی کنه و با خشونت از بین ببره و همین حالت هم اینا میخواستن مثلا رقیب اسلام بشن اسلام رو از بین ببرن همه رو مثلا کمونیست کنن درست ولی یک تمام جامعه فقط انحراف بود اصلا اونجا آدم نبود من بعدا به ادامه کار و بعد از 28 مرداد و عصبیت های اون که برسیم بعد میبینیم که دو تا سه تا آدم که مثلا بود که بیستی میفهمید اونا هم همه دغمرک شدن یکیشون مثلا خیلی ملکی بود درست. چون بس که همه احمق بودن و ساده دل بودن و تندرو بودن و خشن بودن و خودشیفته بودن از اون وسط اندیشه ای نمیتونست پا بگیره اینا مارکس رو به عنوان دین آوردن که گمان میکردن عوامل مدرن گرایی رو به اینا یاد میده درست بعد بله خب اون بخش های مدرن گراش دیگه اون موقع میرفت دنبال مثلا هم کردن بانوان نمیدونم گرایش مثلا به یه نگاه علمی دیگه نه مدل ابراهیمی نمیدونم قرن نمیدونم امام غزالی بلکه خب بالاخره مارکس بچه قرن 19 هم بود خوشم عالم بود دیگه و اینا این علمگرایی احترام به زنان که یه مجموعی از فرهنگ اروپایی بود که داخل اون مارکسیسم بود میگرفتن و به عنوان دین نوین میخواستن جایگزین کنن بر اسلامی که پیشتر بوده درست حالا یه کسی ممکنه بیاد بگه ما رو این با یه پرسش خیلی عظیمی رو میکنه که آیا همین باز مال این خلوچل مارکس بازی اینا آیا بهتر از اون اسلام نبود شاید از بهتر بود خود دولت پهلوی هم به جای اینکه اونا اینا رو به کوبه اونا رو بعدا میدون بده پله دوم میگم اول طرحهای دیگه داشت اصلا بهتر بود کمی مسلمان ها را رو عقب برونه مارکسیست‌ها رو اصلا دامن به حالا با تو تمام جهالتشون ولی باز اون جهان مدرن رو نمایندگی میکردن این یه بحث خیلی بزرگی که بعد از 28 مرداد بهش میرسیم. بسیار عالی. شرم جان تو همین فضای دهه 20 ما دو تا نیروی سیاسی میبینیم که حضور پیدا میکنن یکی همین چپ و حزب توده است که اینها در حقیقت آغازشون از اون پنج و سه نفره که در اواخر دوره رضا به اصطلاح به جرم اه، اه، تبلیغ نظام اشتراکی یا همون کمونیستی دستگیر شدن رهبرشون تقیه ارانی بود و اینها رفتن به زندان بعد از شهریور 20 که آزاد شدن جریان دیگه هم جریان راسته که ما حزب ایران پان ایرانیست رو داریم حزب زحمتکشان رو داریم به رهبری دکتر بقایی و سازمانه مثل سونکا و آریا و از این دست که در حقیقت اگر که آغاز پانیرانیستا رو با مجله آینده بدونیم دکتر محمود افشار یزدی و اون جمعی که جمع میشن که این حزب بنیان بذارن در اواخر دوره رضا شاه وقتی که فرصتی پیش میاد که به حضور رضا میرسن و میگن ما این اهداف رو داریم و این انجمن ما هنوز ادنام حزب این انجمن ما بدون دنبال این اهدافه اهداف ملی میگن پانیرانیستا که هنوز نام حزب رو نگرفتن رضا شاه گوش میده میگه این اهداف اهداف بسیار عالی و متعالی است شما خوب درستون رو بخونید و من در رهبری قرار دارم برای اینکه این کشور ما به این اهداف برسه به عبارت دیگه میگه شما درس و مشقتون رو بخونید بگذارید که فرمانده این جریان با من باشه و حزب و حزب بازی در نیارید برای پس از شهری بره بیست این دو نیرو در برابر بر هم قرار می گیرن. چیزی که میخوام بگم تو فضای کاملا آزاد و دموکراتیک که از پس از شهریور 20 در ایران باز شد تا یکی دو ده هم به درازا انجامید ما شاهد یه پیکار سیاسی مثل مثلا فرض کنید درگیری حزب محافظ کار و حزب کارگر انگلستان نیستیم مثل دولت فرض کنید فرانسه و دولت سایه که میکوشه باش رقابت کنه نیستیم بلکه شاهد درگیری های خیابونی هستیم شاهد فهاشی در روزنامه ها و جریده ها و هفت نامه های اینجا اونجا هستیم ولی هم دیگه شایع سازی و البته البته شاهد یه سری ترورهای های سیاسی هستیم که بخش بزرگش به عهده فدایان اسلامی که تو هیچ کم از این دو دسته قرار نمیگیرند ولی توی فضای دموکراتیک بهترین راه رو کشتن دیدن برای اینکه بتوانند به اهداف برسند و حالا حزب توده میاد و مثلا فرض کنید که یکی مثل محمد مسعود و ترور میکنه خصوص روزبه و کاره از این دست این کتککاری در خیابان حمله به دفاتر احزاب و این گونه مسائل رو من فکر میکنم که محدود به کشور ما نبوده در جهان اسلام کلا این پیش اومد یعنی هر جایی که چپا اومدن راستام اومدن کارشون این شد ما ایجاد یک نظام باز فضای سیاسی نمیبینیم و برای همین هم است که برخی مواقع همین انان میگن که ما بریم تمرین دموکراسی کنیم من یکم با لحن انتقادی میگم که ما تو دو سه دوره تمرینش هم کردیم خیلی تمرینش هم خونبار بوده در این باره یکم صحبت کنیم کردم آن بله این بحث بزرگی که ما اول ابسترکت یا براهیخته شاید در پایان پهلوی دوم توی بازنگری برمیگردیم که چه میشد کرد و چه نمیشد کرد ببین روی هم رفته من بالا پیشم گفته بودم وقتی که رضا شاه رو به زور بردن پسرش که می گفت خب من که پدرم نیستم که من نه اصلا مثل اوش ایشون اصلا ایمان دارم به اینکه آدم باید به با اون حالت پادگانی همه رو بگردونه و نه اصلا نیروشو من دارم یعنی اصلا تو من نیست من به این سردشگرام بگم بزنید بکوبید اصلا درست نیست اصلا نمیخونه بعد هم من از سوئیس اومدم اصلا این سیستما رو قبول ندارم محمد رضا شاه در پی این بود که میگفتش که پدرم اینجا رو دو دهه ساخت دستش درد نکنه حالا با همون روش پادگانی و سریع و اینها ما میزان زور رو میاریم پایین ولی یه مقدار ازش نگه میداریم به همون دلایلی که من عرض کردم چون محمد رضا به درستی بعدا ما به ضعف محمد رضا شاه میرسیم ولی اینجا اندیشش به نظر من درست بود البته هیچگاه این توانو پیدا نکرد که از نظر فلسفی توضیح بده ولی آدم خیلی وقت اینتویتیوی اندیشه رو درست پیدا میکنه yes. مثلا هلموت شمیت صدر پیشین آلمان که آدم بسیار باهوشی بود میگفت می گفت من از جوانی به پس از اینکه نازی ها رفتن همیشه میدونستم که مثلا جامعه باز چیه انظر فلسفی چه برتری هایی داره این میدونستم نمیتونستم بگم چون دشوار بود برهان هاشو فرمول بندی کردن بعدا که دیدم بی کسی نام کارل پوپر هست که اینا رو مثل دستگاه ریاضی برات میسازی میاره بالا من شاخ در آوردم که این درجه از هوش اصلا میسره ولی محمد رضا شام بخش رو فهمیده بود این توییتی ولی نمیتونست با برهان بگه وگرنه توی معمولیت من برای وطنن یا بعدا تو پاسخ به تاریخ ما دستگاه برهانی بهتری پیدا میکردیم تا اونی که پیدا کردیم که اون سطحش میانگین بود یا زیر میانگین بود و نمیرسوند ولی این توییتی فهمیده بود که این تویتی فهمیده بود که این سیستم چون از نظر فرهنگی فاسده و متلاشی شده ما شاید خود محمد رضا شاه دوست نداشت که اینا رو تا اسلام دنبال کنه چون ب خودش هم یه احترامی به تشیع و اینا داشت ولی میگه بالاخره ما یه جورایی به انحراف فرهنگی تاریخی رفتیم اینو ایمان داشت و بر این باور بود که اگه یه, یه نیروی آرایش دهنده نسبی دست کم نباشه حالا پدرش 95 درصدی بود اون دیکتاتوری و اینها ولی اگه یک فشار سی درصدی مرکزی نباشه کنار این فرایند دموکراسی که نخست وزیر دارن میان و میرن سی درصد سی و درصد گاهی چل درصد این اگر نباشه با این فساد روحی که مردم ما دارن و مهترانش دارن این به چپ و راست میزنه پاکستان میشه تو آشوب خودش خفه میشه بنابراین یک،, یک،, یک انرژی دهنده مرکزی باید باشه که اون شخص شاه رو میدید با همکاریش با ارتش که زور نخست وزیر آخر سر بهش نمیرسه البته اینم نخست وزیر رو به کار خودش رها میکنه اون کارشو بکنه ولی زور میاره فشار میاره که این فرایند پیشرفت هی بره جلو بس. پس از سال 20 تا 28 مرداد به این ایمان داشت به این ایمان داشت ولی وقتی این سیستم تو عصبیت های تو در تو و ناکامی و چش و همچشمی ها و ناکارآمدی نخست وزیرا غرق شد بعد دید دوازده سال سوخت رفت یه جورایی اوست. بعد به خودش گفت محمد اگه همینجوری ادامه بدیم خب چشم به هم بزنی چون دیگه خودت پیر شدی اصلا یه اتفاق برات میفته و این طرح هم انجام نشده و اینجا پاکستان مونده اوه. بنابراین این پس از 28 مرداد روی آورد به این مطلب که نه سی درصد نفوذ داشته باشه بلکه هفتاد هفتاد و 75 درصد هشتاد درصد اوست. البته سیستم پدرش رو قبول نداشت با اون میزان از فشار و دگنک و اینها فضای مدنی خیلی بازتر بود تا زمان پدرش پس از 28 مردادم ام ولی از, از 25 درصد سی درصد 35 درصد فشار هدایت کننده شاه و ارتش اینو گسترش داد به هفتاد درصد چون تو ترایل ان ارور تو چشم خودش تو آزمایش و خطا بدبین شد به توانایی فرهنگی مهتران کشور دید جز عصبیت و گلوی همدیگر رو گرفتن و داد و بیداد را انداختن و پوپولیزم کاری نمیکنن وقتی آزادی عملی دموکراسی رو بهشون میدی من اینو بار پیش اشاره،, اشاره کردم و این کار ما تو این دوازده ساله که تو این نشستم آخر بهش نپرداختیم در مورد مسئله کلی صحبت کردیم اینه که مثلا آدم به قول تو از سوهیلی و قوام و ساید گرفته تا مثلا مستدق یه بار آنالیز کنه که آخر سر این چیزی که آریان میگه اون تو میشه پیدا کرد به عنوان کانکریت میشه پیدا کرد که خب مهمترینش و سرنوشت سازترینش زمان مصدقه ولی از قبلش هم هویدا بود این کار نکردن مثلا تو نمونه قوام من به تنهایی میتونم اینو آشکار کنم که قوام آخر سر نماینده تیپی که یه خاورزمینی فاسد بود فاسد و عصبی نیم عصبی مصدق نماینده یه خاورزمینی کمتر فاسد ولی بیشتر عصبی بود تا قوام و اینا رو وقتی به حال خودشون ول میکردی سیستم عاقبت به خیر نمیشد چون اینا تو روان اینا اون آرامش و اون خردگرایی و اون هدفگرایی یک آلمانی یا انگلیسی پروتستانت وجود نداشت اینا یا مثل قوام فقط زرنگ بازی و از شاخه به شاخه پریدن و هر روز رنگ عوض کردن و دنبال قدرت رفتن و یه خورده اینجا پول جمع کردن و یه خورده اونجا نفوذ جمع کردن و این اینا میشناختن که اون فساد روحی مسلم، مسلمینه یا اینکه مثل مصدق همش با اون اسای رو میز کوبیدن و هی مسئله خود رو تحکیم کردن و هی بقیه رو قبول نداشتن و بگه همه بقیه خائنن و فاسدن و دشمنن و این اون اون م. تو وسط اینا آدم شبه عاقل شاید رزماراب بود که بود اون وسط از این هوش مادرزادیش خیلی بالاتر بود یعنی هوش مادرزادی رزمارا با با قوام یا با مصدق قابل قیاس نبود ولی من شرط میبندم اگه آدم همون رزمارا رو هم بره میلیمتری بشکافه چون تا به امروز هیچ وقت درست شکافته نشده میبینه که اونم ته آخر سر این بود آرزوش که من بیام نخست وزیر بشم با آمریکایی‌ها روابط خوب ایجاد کنم که داشتم از قبل ایجاد کرده بود و <applause> اون مقالاتی که نوشته بود که مگه بیام با فساد مبارزه میکنم خودش رو در حقیقت برجسته کرده بود آمریکایی بهش اعتماد پیدا کرده بودن درباره یه خورده عقب میرونم فلان, فلان 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 من احتمالش رو 180 میبینم که اون روان شدم آخرش میخواست کودتا کنه خودش رئیس بشه یعنی یکی هم که پیدا شده که هوشش از اون یکی عصبی ها و فاسدا بالاتره باید. این هم آخر سر جز خودشیفتگی چیزی نمیشناسه ام. و این یه چیزی بود که محمد رضا شاه این حس کرد تا پیستشت مرداد و کاملا بدبین شد به پیاده کردن دموکراسی مطلق یا دست کم دموکراسی حتی همون پنج درصدی چون پس از رفتن پدرش پنج درصدی رو میخواست و 25 درصد فقط دخالت شاه و ارتش پس از 28 مرداد مجبور شد تا به 80 درصد افزایش بدید با این خاورزمینیان نمیشه <تصفيق> <تصفيق> uh, چقدر زمان داریم شاه زمان تقریبا تموم شده <applause> بار دیگه من میدونم بیننده های خورده دست ما گلمندن چون ما تو بحث های براهیخته میریم بار دیگه از سوهیلی گرفته تا مصدق یه بار لینا آرمیش کافی میایم بله حتما چون صحبت از رزمارام شد بیاد فدایان اسلام افتادم دوست این پدید آمدن یه همچین سازمان تروریستی و مخوفی رو تو اون شرایط بهش بپردازیم برای اینکه جنت اسلامی تقریبا منکوب شده بودن در دور رضا شاه و بلافاصله بعد از شهریور 20 شروع میکنن یارگیری حالا چیزی که میخوام نشست بعدی در برایش صحبت کنیم این است که جنت فدایان اسلام یه جریان طبیعی برآمده هست یا جریان بود که ساختنش نه جلال... صد درصد طبیعی بود صد درصد طبیعی بود باید. اون چیزی که اونا رو در زمان رضا فقط گمشون کرده بود اون اون شلاق اون دگنک بود درست ده ده اینا اینا 1300 سال بود که ایرانو فتح کرده بودن و همه چیز ایران مال اینا بود کاملا. و وقتی یکی اومده بود و اینا رو خفه کرده بود و فکشون رو خورد کرده بود خب این معلوم بود که با رفتن اون در اولین فرصت میخواستن خوشون بازسازی کنن کاملا بسیار خوب میرسیم به پایان این نشست در نشست آینده حتما این مسائل رو با زمان بیشتری باز میکنیم دو نکتر سری خدمتون بگم مسابقه شاهنامه پنج اسفند و روزی این است که میتونین کارها رو بفرستید هنوز فرصت هست و تا نوروز هم برنده ها اعلام میشن به هر کدوم از شبکه های اجتماعی جنبش بفرستید به دستمون خواهد رسید یا میتوانید بروید و کارتون رو ایمیل کنید عکس تصویر موسیقی نقاشی هرچی هست به سایت ما سایت فارسیمون iranianrenaissance.com iranianrenaissance.com رنسانس هم دقیقا بدونین اسپلش در انگلیسی چیه که این همون رو بزنید میاد بالا و نکته دوم از همینانی که در ماه های اخیر پشتیبانی مالی کردن از جنبش رنسانس ایرانی به ویژه این برنامه به خاطر هزینه هایی که برای ساتلایت برای ماهواره و پرداخت بشه بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در سال 2021 هم پی گرفته بشه برای اینکه الان نزدیک دو ماه از سال گذشته و مقدار زیادی نیاز به همیاری همیانان داریم باز همون سایت ایرانیان رنسانس تشریف ببرید ایرانیان رنسانس تو بخش همیاری کلیک کنید و با پیپل یا کریدیت کارت مبلغی که بخواین کمک بکنید بسیار از توجهتون سپاسگزارم برنامه ما لینکشو یا در تلگرام یا در خود یوتیوب مستقیم با دوستان و نزدیکانتون که فکر میکنید به کشور و مباحث مربوط به ایران علاقه مندن در میون بذارید از همراهیتون بسیار سپاس گذاریم جان سپاس و بدرود بدرود